سلام نسرین معید نیا هستم دکترای علوم و صنایع غذایی که در این اپیزود از پادکست لبنیات و غذا میخوام راجع به برنج مصنوعی باتون صحبت کنم نه اون برنج مصنوعی که اسمن به اشتباه رایج به برنج های مرسوم خارجی مثل هندی و پاکستانی جوش گفته میشه که البته در موردشون در یک پادکست مجزا قبلا براتون صحبت کردم در واقع صحبت الانم روی خود برنج مصنوعیه یعنی برنجی که برنج واقعی نیست جالبه که به دنبال لایو اینستاگرامی که اخیرا یعنی در تاریخ دوازده اسفند 1401 به دعوت آقای دکتر یحیی مرز داشتیم و اتفاقا خیلی هم ازش استقبال شد یکی از همراهانمون ویدیویی رو برام ارسال کردن که در واقع گزارشی بود که ظاهرا از صدا و سیمای خودمونم هم پخش شده بود با عنوان برنج های مصنوعی با ماشین های چینی البته در این ویدیو لحن صحبت و محتوای صحبت طوری بود که مخاطب کاملا فکرش به سمت تقلب باره سوق داده میشد و همینطور القاء نگرانی از تکرار عبارت استفاده از افسودنی در این برنج مصنوعی اما برنج مصنوعی واقعا چیه؟ آیا مجاز به تولید هست یا نه؟ ببینید برنج مصنوعی یه محصولیه که فرمولاسیون خاصی داره یعنی در اون از آرد ذرت، آرد سویا، آرد ماش، آرد ساگو، آرد لوبیاهای خاص حتی آرد جلبک دریایی و آردهای دیگه میتونه استفاده شده باشه و همینطور به اون یه سری ریزمغذیهایی مثل انواع ویتامین ها و مینرال ها هم اضافه میکنند. و بعد این مخلوط رو با آب قاطی می کنند به شکل یه خمیری در میاد و اون خمیر رو با روش های خاصی مثل روش گرانولاسیون یا اکستروژن به شکل دونه های برنج در میارن یعنی میشه برنجی که هیچ اثری از برنج اصلی و واقعی در اون نیست حالا در کیفیت این برنج هم عوامل زیادی دخالت دارند مثل محتوای آبش محتوای نشاستش عوامل هیدروکلویدی موجود در اون محتوای فیبرش و افزودنی هایی که بهش اضافه میشه و چنانچه روش تولیدش هم اکستروژن داغ باشه که معمولا در مقیاس تولید زیاد هم همین روشه مسلما دما سرعت چرخش مارپیچ اکسترودر و زمان ماندگاری خمیر در دستگاه در کیفیت و بافت محصول خصوصا به لحاظ الاستیسیتش و رنگش خیلی تأثیر گذاره. حالا اصلا ببینیم این برنج مصنوعی برای چی تولید می شده و تولید میشه. واقعیتش اینه که در راستای سیاست و برنامه امنیت غذایی میخواستند که با جایگزینی منابع کربوهیدراتی در دسترس که به بعضیاشون هم اشاره کردم با تولید غذای با کیفیت و متعادلی وابستگی مردم رو به مصرف برنج کم کنن در عین حال که عادات غذاییشون هم حفظ بشه یعنی افراد به ظاهر عادت برنج خوردنشون رو دارن اما با یک برنجی که برنج واقعی نیست و برنج فرموله شده و مصنوعیه خب اما نکته مهم اینجاست که به این کار نباید اصلا به چشم تقلب نگاه کرد چرا که این کار مزایای زیادی هم داره حتی به این برنج ها ویژگی فانکشنال و عملگرا هم نسبت میدن چرا که محتوای ترکیبات مفید موجود در فرمولاسیونشون با غنیسازی که روش صورت میگیره میتونه خیلی به سلامت مصرف کننده هم کمک کنه و در عین حال هم خیلی ارزون قیمت تر از برنج معمولی در دسترس عموم و افراد کم درآمد باشه. حتی گزارشات معتبری هم وجود داره در خصوص تایید کارایی مثبت این برنج ها. مثلا برنج های مصنوعی که اندیس گلایسمیکشون خیلی پایین تر از برنج اصله و میتونه از این نظر برای افرادی که مشکل قند خون دارن مناسب باشه. قنیسازی اونها با کلسیوم مثلا اضافه کردن دو درصدی پودر پوسته تخم مرغ که اونم منبع کلسیومی ارزون قیمتی به حساب میاد توجهات زیادی رو هم در اندونزی جلب کرده به طوری که چنین برنجی در هر 100 گرمش حدود 140 میلی گرم کلسیوم داشته و خب این برای برنامه جلوگیری از پوکی استخوان در بین جمعیت های کم درآمد خیلی خوبه یا مورد دیگه محتوای آنتی اکسیدانی این برنج های مصنوعی که چنانچه مثلا در فرمولاسیونشون سیب زمینی قرمز شیرین یا آرد لوبیای قرمز استفاده شده باشه این ترکیبات آنتی اکسیدانی در محصول نهایی به مقدار زیادی وجود خواهد داشت و چه بسا این که این برنج ها با ویتامین هایی مثل ویتامین A، ویتامین های گروه B و مینرال هایی غیر از کلسیومی که بهش اشاره کردم مثل روی، آهن، منیزیم و موارد دیگه هم غنی میشن. پس میبینید که این برنج ها هیچ جای ترسی برای افراد نداره. اما خب حتما باید تولید کننده معتبر و تحت نظارتی داشته باشه. و مصرف کنندگانی مثل افرادی که سلیاک مثبت هستند حتما باید روی برچسب این بسته ها رو بخونن که مطمئن بشن که ردی از ترکیبات گلوتنی در اون وجود نداشته باشه خب فکر میکنم با این توضیحات دیگه ترسی از این برنج ها باقی نمونده باشه و اون عبارت افسودنی که همه ازش میترسن مشخصا برمیگرده به ترکیباتی که بهش اشاره کردم مثل فیبرها، ها و یا ریز مغزی های ویتامینی و مینرالی. ولی بازم تاکید می کنم که هر محصولی حتی همین محصول رو هم باید از برندهای معتبر تولیدی با مجوزهای مرتبطش خریداری کنیم که خدای نکرده تقلبی نباشن. اما خوبه اینجا از فرصت استفاده کنم و به یه مورد مهم دیگه هم اشاره کنم و اون برنج های پلاستیکیه همونی که میگن اونا رو با پلیمرای نفتی یا همون پلاستیکا درست میکنن که این دیگه مسلما عین تقلبه و کار صد درصد خلافیه خوبه بدونید که در هند، فیلیپین، غنا، گامبیا و نیجریه گزارشاتی از تولید این برنج ها بوده که حتی به مراجع قانونی هم کارشون کشیده شده و چنانچه رویتی از وجود چنین برنج های تقلبی در مارکت ها باشه حتما نه تنها باید جلوی ارزششون گرفته بشه که باید پیگرد قانونی و مجازات تولید هم داشته باشن خب امیدوارم این مطالب گفته شده هم به اطلاعات مفیدتون اضافه کرده باشه نظراتتون رو برام کامنت کنید و حتما این اپیزود رو به جهت اهمیت اطلاعاتش برای عزیزانتون هم ارسال کنید این اپیزود در کانال یوتیوبم به آیدی دکتر معید نیا در اپلیکیشن های پخش پادکست و در کانال تلگرام به راحتی قابل دسترسه. با آرزوی سلامتی و آگاهی بیشتر برای هممون از همراهی صمیمانه همیشگیتون خوشحالم.